السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوا. بینندگان عزیز، زمانی بحث پخش میشه و میبینن که سه چهار تا مناسبت، مهمترینش تولد امام باقر علیه السلامه، بعدش روز معلم، روز کارگر، شهادت مطهری. منم یه چیزایی جمع کردم که به همه انشالله بخوره. ماه رجب که بحث رو میبینید بستریست برای ماه شعبان، ماه شعبان بستریست برای ماه رمضان، یعنی مثل هواپیما تو فرودگاه یه باندیست که این باند بستریست برای که این موتور گرم شد و حرکت شد تند کنه که پرواز کنه. رجب مقدمه و به خصوص شب جمعه اول ماه رجب، لیلة الرقائب، که ویژگی های خاصی داره. خداوند انشالله، یه دعا میکنم، همه آمین بگید. خدا یا تمام خیرات و برکات رجب، شعبان، رمضان را نصیب همه ما بفرما. خب، به مناسبت این ایام باید بگیم که امام باقر علیه السلام کسی بود که پیغمبر به جابر گفت، به جابر بن عبدالله انصاری گفت من نیستم، امیرالمومنین هم نیست، امام حسن هم نیست، امام حسین هم نیست، تو انقدر عم میکنی به جابر، انقدر عم میکنی که امام باقر هم میبینی، سلام منو به امام باقر برسون. و به مناسبت روز کارگر، امام باقر چاق بود، به قول ما هیکلش مبارکش، جسم مبارکش فربه بود، چاق بود، ولی بیل دست گرفته بود کار میکرد اطراف مدینه. یه نفر گفت به بی پسر پیغمبر چقدر بره دنیا هرس میزنه، با این بدن تو این هوای داغ مدینه بیل دست گرفته کشاورزی میکنه. گفت برم نصیحتش کنم. رفت گفت آقا تو الان اگر اسرائیل بیاد در چه حالی هستی؟ گفت در بهترین حالا، میدونی کار عبادته؟ در بهترین حالا هستم که بیل دستمه. به مناسبت روز معلم، باقر بقره یعنی شکاف. ببینید قایق رو دیدید، کشتی ایرقبیه که بتونه آبو بشکافه، نوک هواپیمای توریه که بتونه هوا رو بشکافه. باقر العلوم یعنی علم را میشکافه. امروزی هم یعنی پژوهش، آخونده هم یعنی اجتهاد. اجتهاد و استنباط و پژوهش همون یعنی از دل حرف حرف در بیاریم. شما از درون جمادات انرژی هسته‌ای رو در میارین، این بقر العلمه، یعنی شکافتن علمه. شما الان لباسایی که پوشیدید خیلی هاش از نفته، یعنی بشر توانست نخ را از شکم نفت بکشه بیرون. باقر العلوم یعنی دل علوب را میشکافه، ازش نکته در میاره. قدیم اگر میگفتن نفتی هم میگفتیم همین که تو چراغه. امروز دنیای پتروشیمی از نفت چقدر چیز استخراج کرده، این به خاطر باقر العلم. حالا منتها کار کلیدی امام باقری بود که تأسیس حوزه بنی، آغاز دین شیعه، از یعنی آغاز فرهنگ شیعه، نشر شیعه از زمان امام باقر شد. چون امیرالمومنین که 25 سال تو خونه فرمود به قدر 25 سال قصه خوردم مثل آدمی که تیغ تو چشمشه، استخون تو گلوش. 25 سال حضرت علی ایرقمی بود. بعدم که حکومت دستش اومد 4-5 سال، جنگ خوارج، جنگ خوارج و نهروان، جنگ صفین، قاسطین و مارقین، و اینم با اون مشکلاتی که داشت. امام حسن و حکومت قدرتی دستش نیومد. امام حسین شهیدش کردن.
امامش بعد زیاد خفقانی بود که هیچ کاری نمیتونست بکنه جز این که از لابلای دعاها حرفاشو بزنه، یا از لابلای این که برده میخره تو خونه، تو خونه با برده کار میکشه، به ایدفت آزادشو میکشه، یه دانشکده سری تحت پوشش بردهداری. یعنی خفقان در خفقان در خفقان. ولی خب حکومت بنی امیه به حمدالله سرنگون شد و تضعیف شد، بنی عباس اومدن رو کار. بنی عباس نمیخواستن مثل بنی امیه بشن، اول کار تظاهر به اسلام میکردن، تظاهر به عشق و اهل بیت میکردن. تو این تظاهر یه خورده فشار برداشته شد، اما باقی حوزه تشکیل داد. ما اکثر دینمون، بسیاری از حال کلمه اکثر رو نمیدم چون اکثر رو یا بخونی اکثر، بسیاری از دین ما از امام صادق و از امام باقره، و امام صادق هم هرچی داره از امام باقره. یه کدم بدم، این کدم کد خوبیه، چون بعضی متاسفانه امور تربیتی یا تو مسجدها انجمن اسلامیان مسابقات دینی که میذارن میگن این حدیث از امام باقره، از امام صادق، این حدیث از امام حسن یا از امام حسین. حرف از سوال غلطه. مثل اونه که بگیم شما اومدی نماز جمعه با کدوم شیرا وضو گرفتی؟ اصل همه لولا آبش یکیه. حدیث داریم، اون چه ما میگیم از پدرمونه، اون چه پدرمون میگه از جدمونه، هم تو یکی یکی. اون چه میگیم از پیغمبره، پیغمبر هر چی میگه از خداست. یعنی پیش نگردی که حدیث از کیه. ولذا یک کسی پرسید آقا من یه حدیث شنیدم نمیدونم از امام باقر یا از امام صادق، فرمود به هر چی میخوای نسبت بده، به هر که میخوای نسبت بده، گیر نده سر این که با امام باقر یا امام صادق. خب مؤسس حوزه، کار کلیدی امام باقر مؤسس حوزه علمی قم. در مسئله علمی بقر العلم، شکافنده علم، تو مسئله خانوادگی خیلی همسرداریش عالی بود. میگه یه روز مهمون امام باقر شدم، منو برد توی اتاقی، دیدم اتاق خیلی شیکه، فرش و پرده و خیلی اتاق لوکسه. با خودم گفتم امام باقر چه اتاق لوکسی داره. یه خود امام باقر علیه السلام دید از نگاهی که من میکنم میخوام بگم مثلا چرا همچینه. بهش گفت که شما فردا هم تشریف بیارید منزل ما مهمونی. چشم. این مهمونه که امروز اومده بود فردا ما بودش توی اتاق بسیار ساده. گفت اون اتاق مال خانم من، خانمم از من مهریه میخواسته. گفتم مهرم به من بده، منم داشتم بهش دادم. مهریه رو که دادم به خانمه، خانم گفته اتاقش رو شیک کرده، منم آزادش گذاشتم. ملک خودش هم میخواد شیک کنه، شیک کنه. این چند تا چیز زیادی میفهمیم. یکی که اگر یکی سوء زن برد، سریع سوء زنش رو برطرف کنید. گفت فرمود فردام بیا. یه نکته. یکی که اگر پول داری به خانم میگه بده، مهرش رو بهش بده. این دوتا. سوم این که زن مالکیت داره، زن اختیار داره. ولذا حدیثی داریم المرء یأکل به شهوت زوجته، یعنی انسان مرد خوب کسیه که به میل خانم غذا بخوره. مثلا خانم سفره پر کرده، بفرماد غذا. والا من الان اشتها ندارم، خدا کنه خانمم پا تلویزیون نباشه، خود خودت هم اینطوریه. ما گیر کرده ایمو. رفتیم خدمت آیت الله عظمای عراقی، گفتیم ما هرچی میگیم باید عمل کنیم. گفت یه خوردهش عمل کن لاغر، یعنی کفاش یه جو کفش با خودش باشه. حالا لازم نه همه کفشایی که میده خودش هم پا کنه، ولی لاغر پاورم نباید بشه. حالا ما گاهی طوری میشه، خانم میگه بیا غذا بخور، من سیرم. میگه نه، اگرم سیر هستی برو. شما دیدید امام خمینی چه جور افطاری کرد؟ یه افطاری داد که تلویزیون نشون داد. خب همه شخصیت های مملکت بودن، امام نماز مغرب مارمزو خوندن، نشستن، مقام معظم رهبری هم بغلش بودن، نشون میده تلویزیون شبا. بعد یه آب جوش خورد و گفت روزتون مبارک، خوش آمدید، آمدید منزل ما، روزتون مثلا مبارک، پاشو زد پلو حاج خانم اونجا غذا خورد. این حدیث داریم که ببین خانم چی غذا داره. نه ببین این عدسش زیاد کن، فردا ماش زیاد کن، شاید همچی بذار آزادش بذار. هی
خیلی از حرفایی که پیش میاد اصلا خیلی اختلاف ها همینطوره. من یه چیزی براتون بگم اینجا برای زن داری. ببین یا گاهی خانم یه نظری داره، آقام یه نظری داره. اول که کوتا بیاد. یک. دوم میگه نه خیلی حرفت رو حق میدونی، خانم هم خیلی حرفش حق میدونه. هم مرده میگه حق با منه. با هم گفتگو کن. اگر گفتگو نشد نکشید به جر و بحث نکشید. میگید آقا شما میگی بریم مراغه، اون میگه بریم سبزوار. خیلی خوب. میرسیم مراغه یا سبزوار. قرعه میکشیم. ببین هر کی هر چی قرعه تو. یالا هر چی اومه. مراغه اومه بریم مراغه. با قرعه تمومش کنید. یعنی کش ندید. گاهی وقتا یک جای مثلا میخوان بره من میبینید دو سه روز ایزن شوهر با هم چونه میزنه که عروسی سه شنبه باشه یا چهار شنبه. اول بریم خونه عمه، خونه عمه برم فرش بخریم یا اول مبل بخریم، زمین بخریم، طبقه بالا بسازیم یا ماشین عوض کنیم. چونه نزنید. یکی کوتاه بیاد نگید. آخه ما فکر کنیم اگر کوتاه بیایم شکست خوردیم. کوتاه اومدن شکست خوردن نیست. پیغمبر میگه که امرنا به مدارات الناس. ما که پیغمبرم هستیم به ما امر داد، دستور دادن که با مردم کوتاه بیان. اصل قرآن چه میگیم؟ نازل شد. نزله اینو ما پایین. شما قرآن که بالاتر نیستی. قرآن نازل شد یعنی قرآن ما پایین. تو هم بیا پایین. خب مؤسس حوزه علمیه بود، خواسته های حلال همسرش رو تأمین میکرد. حالا چون این بحث رو در آستانه تابستون هم بیننده ها میبینن، تا تابستون نشده مسئولین حوزه، البته من کسی نیستم که دستور بده، ما من پیشنهاد میکنم، خودم هم اینو عمل کردم، اینی که میگم عمل کردم. من بالای 50 سال طلبه هستم، یک سال هم تابستون تعطیل نکردم. ما جمعه ها هم مباحثه نهج البلاغه داشتیم، چون نهج البلاغه درس رسمی حوزه نبود، ما با رفیقم گفتیم آقا خودمون جمعه مباحثه نهج البلاغه میکنیم، بیایم تابستون ها رو یه خورده شو زنده کنیم. خیلی ما هدر میدیم، خیلی هدر. این اقتصاد مقاومتی که هست صحبتش هست و باید همه کمک کنیم. یکی از راهاش اینه که بیایم جلو تلف شدن بگیریم، برنامه‌ریزی کنیم، استفاده کنیم. من اینا چون قبل از تابستون پخش میشم، بلکه انشالله حرفمو اثری بکنه. حالا اثرم نکرد، اینقدر اگر یه چوب نشکه اینقدر تبر میزنن تا بشکنه. اگر زدی نشکه نه تبر کنار بنداز نه چوبو بزن تا بشکنه. یعنی باید یه چیزی گفت. من یه چیزی 32 ساله گفتم کسی گوش نده. ببخشید 34 ساله گفتم، یعنی هر سال تو تلویزیون گفتم. امسال هم از حالا میگم بسم الله الرحمن الرحیم. شهرداری ها، فرمانداری ها، امت حزب الله، پلو تنور آتش ایستاده مشکل روز گرفتن، یه تدبیری بکنید که نونواها مارمزون شب پخ کنه. هر کی میخواد نون بخره بعد افطار بیاد بخره تا فرداشو بشه. نه آخه آدم میخواد نون تازه بخوره. خب میدونید چند هزار تون نونوا، خب بعضیا میگیرن روزه رو ولی در حد مرگ میرن و میان. خب چرا مثلا میگه روزه گرفتن برنی تعاونوا علی البر، قرآن کمک کنید. مملکت ما مسئولینش نمیتونن یه تدبیری بیاندیشن که نونواها مارمزون مردم نون تازه نخورن، ولی عوضش چند هزار تا نونوا روزه بگیره. یه جمله هم حالا روز تولدم باقره برای آقایونو بگم که شک دارم که رشته تحصیلی، چون خیلی از ما پرسیدن. من یه دقیقه اینو بگم، گرچه به درد همه، چرا به درد همه میخوره. مردم کره زمین یا تولید میکنن یا توزیع میکنن، سومش هم شما بگید، یا مصرف میکنن. آقازاده ها به طلبه شید. چرا؟ برای که اگر متحری شدید تولید علم میکنید، اگر متحری نشدید قرائتی میشید یا طلبه میشید، کتابا متحری میخونه، با بیان و قلم توزیع میکنه. اگر نه مخی داشتید برای تولید، نه زبان و قلمی داشتید برای توزیع، لااقل یاد میگید خود تو عمل میکنید. حدیث داریم خوش و به حال کسی که عالمان یعنی تولید علم کنه، ناطقون با نطقش توضیح کنه،
ینتفع به علمه از علمش استفاده کنه. حدیث این عالمون ناطقون ینتفع به علمه. طلبه بشین، خیلی طلبه کم داریم، منتها با زور نه. اگر بچه علاقه نداره هیچ، ولی اگر علاقه داره کمکش کن. حالا دیپلمشو بگیره لازم نیست بگیره، اصلا یک طلبه بشه دیپلمشو بعد میگیره، چون ممکنه برای دیپلم بگیره دانشگاه بشه این سیمان صفر بشه، سیمان صفر بشه دیگه کاشی روش نمیچسبه. بعضی چیزا همون لحظه باید استفاده کنه. چی خندش گرفته؟ چرا میخندی؟ خب خندم گرفته. نخیر شما یک ساعت و 20 دقیقه دیگه بخند. یه ساعت و 20 دقیقه دیگه هم خندش نمیگیره. خواستگار هم داره. نخیر باشه بعد از لیسانس ازدواج کنیم. بعد از لیسانس ممکنه خواستگارش کم بشه. اصلا ممکنه فوق لیسانس شه دیگه خواستگار پیدا نشه. به خنده زنا یعنی آره. زنا بدون اختیار همچی کردن. یعنی راست میگی؟ یه مدتی آدم خواستگار داره. بعدم دیگه خواستگارش کم میشه. حالا تولد امام باقره از امام باقره بگم. یه کسی میخواست امام باقره رو تحقیق کنه. گفت مادرت آشپزه، بچه آشپز. فهمید آشپزی هنره، الحمدلله. هنره، الحمدلله. یه بارم معاویه یه نامه نوشت امیرالمومنین تحقیق کنه، فهمید تو میخوای تحقیق کنی ولی منو تکریم کردی. ای عیبی که برای من گرفتی ای عیب نیست، برای من کماله. یه خانم لیسانس بتونه غذا خوب درست کنه، خیاطی کنه، قالی بافی کنه، جاجم بافی کنه، هنر دستی داشته، صنایع دستی هنره، کار کردن هنره، روز کار. من دیشب اینو براتون بگم بشه پریشب من 10 تا برکت برای کار نوشتم، چون آخر روز معلم روز کارگر یکیه. یک، برکات کار. اول زنم باید کار بکنه. بله زنم باید کار بکنه. کار زن و مرد نداره، منتها کار زن مناسب باید بدنش بشه. فواید کار، برکات کار. یک، شکوفا شدن استعدادها، کار نیکو کردن از پاک کردن. دو، کار برای سلامتی. سه، پر کردن ایام فراغت. خوبه این پوستر بشه یه جای زده بشه. مانع فتنه و فساد. زن پیغمبر ام سلمه کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری زشت کار بکنی، فهمون زن مرد بیکار باشه فتنه میکنه، بیدار باشه. توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی. عزت خودکفایی، عزت خودکفایی. آدمی که کار داره پول داره کمک به دیگران هم میکنه، کمک علمی فنی مالی به دیگران، چون پول تو دستشه، هم میتونه حرفشو یاد دیگران بده. تشکر از خدا، تشکر از خداوند. کسی که خدا بهش بازو داده، عقل داده، از بازو و فکرش استفاده کنه، یعنی شکر عملی. نشاط و شادابی، نشاط و شادابی. آدم های بیکار افسردگی بیشتر دارن. خب کار سبب تولید بیشتر، تولید که بیشتر شد جنس فراوانتر که شد ارزانتر. کسی اگر مردم کار بکنن تولید بیشتر میشه، تولید که بیشتر شد جنس فراوان بشه، جنس که فراوان شد ارزان میشه. خب آقای غلطی خودت چرا کار نمیکنی؟ خودت چرا کار نمیکنی؟ کار فکری هم کاره، معلم، استاد دانشگاه، طلبه، اونم کاره. اصلا فکر کردن، یک ساعت فکر از ساعتها و سالها کار غیر فکری مهمتره. کار فکری هم فکره. حالا
اینم به مناسبت روز کارگر، منتها حقوق کارگر اول باید کارگر باش تی که، چون اگر باش تی نکنی تاشون میگه چقدر نفهم داد، چقدر نفهم داد، از اول بگو آقا ببخشید این مبلغه، خیالش راحت شه. چرا یک کار از اول بگو آقا شما کارگر چقدر میدن، بعد وقتی تی کردی و یزید هم من فضله، آیه قرآن میگه و یزید هم من فضله، از خدا یاد گیرید تی بکنید مثلا فلان مقدار، منتها غروب که شد یه چیز از پشت سریع هم بهش بدید. حدیث داریم قبل از این که عرقش خوش بشه بهش بدید. خب کارگرم باید کار را به نحو احسن انجام بده. امام باقر که روز تولدش بحث میشنید فرمود هر کس در کار کردن دنیا تنبله در کار آخرتش تنبلتره. اگر از یه کاری خسته شدید بیکار نشینید، کارتون عوض کنید. فاذا فرغت فانصب، فرغت یعنی فارغ شد از یه کاری، فانصب یه کار نو شروع کن. اگر کار با شرایط نباشه خرحمالیه، میگه عاملتون، عاملن عمل میکنه، صبح توشون جون میکنه 16 ساعت. ناصبتون، ناصبه با صاد یعنی خیلی هم سخت کوشه، عاملتون ناصبه اما چون کج میره تسلا نارن حامیه میره جهنم. مثل کسی که بدون پروانه خونه میسازه، کلی زحمت میکشه بعدم شهرداری میاد بردیزه خراب بکنه. عاملتون پول داده، ناصبتون جون کنده اما تسلا نارن حامیه. سوره سوره غاشیه. عاملتون، عامل این عمل میکنه بیکار نیست، ناصبه یعنی روزی 16 ساعت اما بره خدا نیست، بره ریاست، رو فرم نیست، رو قانون نیست، صبح توشون نماز مونه به نماز غلط میخونه، مثل استخری که آبش میکنه ولی تیش سوراخه، صبح توشون پول آب و برق داده ولی استخرشم آب نداره، میگن وقتمو شد. در کارم مهم کیفیته، خیلی هم نباید کار کنه. امام رضا فرمود آقا دایون هر کاری میکنید یه ساعت رو بره کار بذارید، ساعتی هم برای لذت تفریح بذارید، ساعتی هم برای عبادت بذارید، تقسیم کار بکنید، شبانه روز کار نکنید، تنوع کار باشه. و روایت داریم کسی اگر از بازوی خودش کار بکند مر علی الصراط کل برق الخاطف، مثل برق از پل صراط رد میشه و روز قیامت جز اعداد انبیا، جز انبیا محشور میشه. این صورت. و حضرت امیر با دسترنج خودش 1000 تا برده رو آزاد کرد. به هر حال مطالب بود که به مناسبت تولد امام باقر علیه السلام به همه تبریک میگم. خدایا ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، علم مفید، عمر با برکت نصیب ما بفرما. مسئله هوای خونه که گفتم یه برنامه‌ریزی کنیم، رحلت الشتاء و صیف جا به جا بشیم، از فضاهای خنک، از مدارس، حسینیه ها، مساجد استفاده کنیم. هر 30 تا بچه‌ای با یه مربی از تابستون میتونیم کم کنیم و اولش به برکاتی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.